جادوگر مارادونا یا سیام علی کریمی. بیوگرافی: محمد علی کریمی در 17 آبان 1357 در کرج به دنیا آمد و فرزند چهارم خانواده است. کریمی اصالتا لاهیجانی است. پدرش ولی الله کریمی در جوانی در استان گیلان بازیکن فوتبال بود. علی کریمی فوتبال حرفه‌ای خود را در سال 1375 با فتح در لیگ دست دوم فوتبال ایران آغاز کرد و پس از 2 سال به پرسپولیس پیوست که در آنجا در 3 فصل موفق به 2 قهرمانی در لیگ و 1 قهرمانی در جام حذفی شد و همزمان با تیم ملی در بازی‌های آسیایی 98 مدال طلا را به گردن آویخت. کریمی در سال 1380 به الاهلی امارات منتقل شد که در فصل 2003 و 2002 به عنوان بهترین بازیکن خارجی لیگ برتر فوتبال امارات انتخاب شد و در فصل 2004 و 2003 به عنوان آقای گل لیگ برتر فوتبال امارات و مرد سال فوتبال امارات را کسب کرد. با تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیای 2004 مقام سوم را کسب کرد و همزمان به عنوان آقای گلی این مسابقات دست یافت. او در همین سال جایزه مرد فوتبال سال آسیا را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرد و در سال 2005 به باشگاه بایرن مونیخ پیوست و در 2 سال حضورش در این باشگاه ضمن انجام 42 بازی رسمی قهرمانی جام حذفی آلمان و بوندسلیگا را هر کدام 1 بار تجربه کرد. سپس به القطر در لیگ ستارگان قطر رفت و پس از 1 سال به پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال برگشت. به حضورش در این تیم 1 سال ادامه داد. علی کریمی بازی در ایران را با 1.5 فصل حضور خود در استیرازین ادامه داد و در نیم فصل دوم 2010 و 2011 عضو باشگاه شالکه آلمان بود که قهرمان جام حذفی آلمان را برای بار دوم کسب کرد. کریمی همچنین در باشگاه فوتبال تلاکتور بازی کرد و همچنین در سال 1393 با دستیاری کارلوس کیروش در تیم ملی ایران پا به عرصه مربیگری گذاشت. علی کریمی خارج از دنیای فوتبال به خاطر مشارکت‌های عموماً پنهانی خود در امور خیریه و همچنین واکنش‌ها و مواضع سری در مورد بقای ایران به عنوان یک کنشگر مدنی شناخته شده است. علی کریمی در PS 21. ملیت ایران، سن 20 سال. خب دوستان، توی این سری از ویدیوها یک سری از ویدیوهایی هست که ما فیس‌های از بازیکن‌ها رو درست می‌کنیم و اونها رو توی ویکام لژن شروع می‌کنیم می‌بریمشون بالا. اما یه سری از بازیکن‌ها هستن مثل علی کریمی، علیدای کریم باقری که بازی فوتبالشون تموم شده و دارن سرمربیگری می‌کنن، حالا دارن یه کار دیگه می‌کنن. این بازیکن‌ها رو می‌یاریم سنشون رو می‌کنیم به اندازه اون سنی که فوتبالشون رو شروع کردن، که علی کریمی از 20 سالگی توی پرسپولیس فوتبالش رو شروع کرد و می‌بینیم که آیا توی یک فصل علی کریمی اگر کار خودش رو از پرسپولیس کنونی شروع بکنه به کجا میرسه. علی کریمی رو آوردیم تو پرسپولیس شماره 8 رو بشینیم و قدش کنیم 178 که قد خودشه. استقلال پرسپولیس، ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی. علی کریمی هم در پوستر مشاهده میکنه. آیا علی کریمی آقای یعنی گل محمدی در ترکیب قرار داده است یا خیر؟ بعد علی کریمی در ترکیب قرار داده شده که به صورت هافبک وسط رو به دفاع داره بازی میکنه. به 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 به، عشق از علی کریمی. خدا وکیلی گفتم که این ساخت فیس و نمیدونم بیکام لژند اینا خیلی دیگه به قول توی کانال ما یا چنل ما خس شده بود، ولی گفتم واقعا نمیشه که علی کریمی رو ازش گذشت. پرسپولیس به سقر مز استقلال به سابی برو بریم تو بازی. بعد در ورزشگاه آزادی علی کریمی حضور پیدا میکنن، ولی آقای علی کریمی شماره 8 داره مشاهده میکنه. در ورزشگاه آزادی استاد شیپور تماشاگرها به گوش میرسه. علی کریمی میخوایم مشاهده بکنیم که پس از مدت های طولانی به میدان فوتبال برگشته و قرار را که به با این فیس زیبا با این فیس دوست داشتنیش دوباره فوتبال خوش ادامه بده. ولی آقای علی کریمی این دفعه دوربین رو میذارم روی این حالت که ببینیم که در اولین بازی خود علی کریمی چه کار میکنه. علی کریمی دیگه مهاجم نیست و باید بیاد در نقش دفاعی کار خودش انجام بده. ما دیگه فوروارد نیستیم. هجوم میبره به سمت حریف، پاس میبره به سمت راست. علی کریمی نفوذ کرده، علی کریمی میاد برای کمک. علی کریمی پاس بده بهش، علی کریمی سانت میکنه، علی کریمی و همچنان فرصت هست برای پرسپولیس. گل نمیشه توپ. شماره 8 تکرار نشدنی پرسپولیس پاس خودش رو با بیرون پا میده. چه بازی زیبایی داره از خودش به نمایش میذاره. پاس به ترابی میرسه، ترابی به اون سمت میبره. حالا بعد بیارم به سمت علی کریمی که نمیارن این توپ رو. ببین علی کریمی اینجاست، علی کریمی اینجاست، علی کریمی اینجاست. الکی خودتون رو اذیت نکنید. علی کریمی حالا یک سرتوپ زیبا میزنه اونجا در حالت سوپر استار، یک دریبل زیبا میکنه و دومین دریبل خوش انجام میده. کریمی رو زدن یک دبل تاچ که اینجا علی کریمی زد با اون کفش های کلاسیک خودش. کفشه گفت من به جزئیات توجه میکنم. آقای علی کریمی مدل خودش پا به پشت توپ قرار گرفت، میخواست ضربه کاددار بزنه. ضربه کاددار خودش رو میزنه به سمت دروازه استقلال و خیلی حوصله زیاد بود، توپ تبدیل به گل نشد. صبر کن دوست من، من واقعا اینطوری نمیتونم بازی کنم و احساس میکنم که داره با آقای علی کریمی بی احترامی میشه. بخاطر اینکه این بازیکن واقعا یک اسطوره است و ما باید حواش داشته باشیم. وای 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 تک دست سر میاره آقای بلک. پاس پشت پا برای علی کریمی. علی کریمی یه لحظه گم کرد توپو و توپو برمیداره و میره خود کریمی. علی کریمی میره واسه سانت کردن و سانت رو زیباشو انجام میده روی سر بازیکنان. علی کریمی میرسه، علی کریمی توپ رو به جلو میرسونه بدون خطا، بدون هیچ گونه اشتباهی میره واسه گل زدن و توپ گل نمیشه.
علی کریمی میخواد سانتر رو انجام بده، روی تیر دوم دروازه هدف گیری میکنه و توپ رو به شدت زیبا ارسال میکنه و بی نتیجه است. نیمه اول به اتمام میرسه. علی آقای کریمی لب خط حرکت میکنه، پاس رو میرسونن به آقای علی کریمی. علی کریمی یک دریبل دو طرفه زیبا میزنه اونجا. علی کریمی یک بعدم میذاره اونجا، ببینیم چیکار میخواد. دو دارم میزننش، بعدم دارم میزننش، پاسو میرسونه به جناح چپ. علی کریمی خودش هم نفوذ کرده، تو برمیگرده. علی کریمی خسته شده، دقیقه 64 بازی است، خودش حرکت میکنه، خسته شده علی کریمی. اگر پاس گلی نده یا گلی نزنه قطعا تعویض خواهد شد. علی کریمی اونجا توپ رو گرفت که یک دریبل زیبای دیگه از علی کریمی، پاس توی عمق، بزن گلو، بزن این گلو و نمیشه گل. علی کریمی توپ میخواد اونجا، یک و دو میکنه اونجا، پاسو میده، بعدم زدنش علی کریمی. علی کریمی پا میشه، علی کریمی پا میشه، توپ رو میرسونن به سمت راست، نمیرسه به بازیکن. علی کریمی پرس خواهد کرد، دروازه‌بان خطا شده. علی کریمی تعویض شد یا که نه، تعویض نشد. علی آقا کریمی، علی آقا کریمی اونجا پاس میخواد و پاس نمیده، بهش رضایی خوب هم میزنه گل توی دروازه. یکیش من اول پرسپولیس رامین رضایی، چقدر زیبا زد این سربرو. علی کریمی نباید بذاره که سانت بشه این توپ و نمیذاره و نمیذاره. علی کریمی سرعت بالایی برخورده رو بازیکن‌های استقلال داره، یک به یک دریبل میکنه، میره واسه گلزنی، پاسشو میده حالا به، چرا نرفتی؟ تمام و یکیش میبره این بازی. و همینجوری که دارین نگاه میکنید، پرسپولیس صدر جدول، استقلال دوم و سپاهان سوم که اختلاف خیلی کمی با هم دیگه دارن. امروز ساعت 2 ظهر با سپاهان بازی داره آقای پرسپولیس. ببینیم که در ورزشگاه نقش جهان سپاهان آقای علی کریمی بازی داده خواهد شد یا نه. بعد علی کریمی تو در همون پست قبلیش آقای یحیی گل مامانی ترجیح میده که آقای علی کریمی همون سر جای خودش باشه. بابا این فیس زیبایی که داره میبینه از آقای علی کریمی. خیلی خوب، بزن ضربه سر رو. ضربه سر زده میشه، تو علی کریمی خواهد رسید. یک دریبل زیبا میزنه آقای علی کریمی، بیا برو خب دیگه. علی کریمی پاس میده، علی کریمی یک دریبل کشویی چجوری زد اونجا. علی کریمی سرعت بالایی داره، چرا انقدر سرعت داره علی کریمی؟ یک دریبل زیبا اونجا میزنه، توپ رو میرسونه به بازیکن فوروارد نوکشون. علی کریمی خودش حرکت کرده، توپ لو میره، توپ میرسه به آقای علی کریمی. علی کریمی یک سر توپ اونجا میزنه و توپ رو میرسونه رو به جلوتر. خود علی کریمی میتونه یک دو گلم باش. علی کریمی تک به تک، تو به آقای علی کریمی رسید. علی کریمی پاس خودش رو میده و به سمت بارسلونای حرکت میکنه در عمق، تو به علی کریمی میرسه و علی کریمی اونجا نمیزنه توپو. توپو یه لحظه گیر شد، علی کریمی توپو میاره واسه سانت کردن، به تیر دو ارسال میکنه و هدونه میتونه بزنه. نیمه اول به اتمام میرسه بدون گل. علی کریمی خودش باید بیاد دفاع کنه، یعنی خودش باید بیاد دفاع کنه، توپ بگیره پاس بده، شما بگیرین گل بزنین فقط. علی کریمی حرکت زیبای خودش رو انجام داد و پاس در عمق، آفساید نیست و میرم واسه گلزنی، تمامه. پاس گل زیبای علی کریمی رو مشاهده کردیم، پاس گل زیبای خودش به احسان پهلوان، بازیکن جوان تیم. علی کریمی خدا وکیلی نگاه کن داره چیکار میکنه تو این بازی، نگاه کن داره چیکار میکنه، نگاه کن داره جون و دل مایه میذاره واسه پرسپولیس. پاس به آقای علی کریمی، علی کریمی حرکت میکنه، علی کریمی توپ رو نگه میداره آقای علی کریمی و میزنه. خیلی هم بزنش کثافتا، خود علی کریمی کم نمیاره رو تاثیر میذاره روی توپ، توپ رو میگیره ازشون. علی کریمی پرسه بسیار سخت رو انجام داده، دروازه‌بانه و تمام. یک بار هیچ، روی پاس علی کریمی این تیم برنده شد. خوشحالی علی کریمی، خوشحالی این بازیکن. با وضعیت بد شد به خاطر اینکه ما توی لیگ قهرمانان آسیا از گروه خودمون به عنوان سرگروه صعود کردیم، یک هیچ بازی رفت رو توی حذفی به فولاد باختیم 4-1. همینجوری که داریم پایین میبینید توی فولاد آرنا تو لیگ بهشون باختیم. الان هم بازی برگشت، ما باید این بازی رو بازی کنیم که پرسپولیس رو برسونیم به مرحله بعدی. بازی شروع میشه، علی کریمی باید تیم خودش رو نجات بده و بتونه که این تیم رو قهرمان بکنه. یک دریبل موفق، دو دریبل موفق از علی کریمی حرکت میکنه، خودش تقریبا قصد داره که مثل اینکه در این بازی یه کارهای بسیار مفیدی رو انجام بده. خود آقای علی کریمی بابا پاس، یه سر توپ عالی میزنه اونجا علی کریمی، پا عوض میکنه و سانتشو میکشه واسه بازیکنان خودی، بزن توی گل، نشد که بشه. علی کریمی تیر یک رو نگه میداره. علی وای، علی کریمی سرضرب پاسش رو میده، تک ضرب و سرضرب، پاس به علی کریمی میرسه و خود علی کریمی پاسش رو میده، پاس به علی کریمی. بابا ول برو کنار، بیا بده بیا، من خودم بازی رو باز میکنم. نه دیر پاس بده که الان پرسپولیس نباید حذف بشه، پرسپولیس نباید حذف بشه.
پاسکاری زیبا با علی کریمی. پاس به علی کریمی بده من هد شارجی علی کریمی. پاس میرسه رو به جلو، تک به تک به دروازه‌بان، باید بزنن گلو. پاس به علی کریمی داده میشه، علی کریمی بازیو نمیتونه باز کنه. پاس میده تک به تک به دروازه‌بان، باید گل بشه. توی دروازه. صبر کن، ما یک هیچ جلو بودیم. من دارم اینقدر خودم رو جر میدم. پاس زیبای علی کریمی، چه پاسی داد علی کریمی. پاس باز میشه، بازی باز میشه، تو به علی کریمی میرسه، علی کریمی شوت، گل نشود. وای علی کریمی باز میشه، پاس میده به علی کریمی، آفساید علی کریمی متاسفانه، و خودش رو ول میکنه توپو. ول کرد توپو علی کریمی، بازیکن اروپایی اینه، توپو ول میکنه که آفساید نشه. اینه این بازیکن. بزن سوتان و تمام، سود و مرحله بعدی. آقا رسیدیم به نیم فصل، اما هیچ پیشنهادی به علی کریمی نشده و علی کریمی هم فعلا قصد نداره از پرسپولیس بره. فصل اول و کامل توی پرسپولیس میمونیم. اگر پرسپولیس سگانه رو بگیره چه شود؟ آیا علی کریمی بهترین بازیکن آسیا میشود یا نه؟ رسیدیم به بازی برگشت، بازی رفت خورده بودیم به استقلال که در عین ناباوری 4-0 باختیم از استقلال. نمیدونم چه جوری باختیم. و الان در ورزشگاه آزادی ساعت 6 بعد از ظهر با استقلال بازی داریم که باید 4 تا حداقل بهش بزنیم. بردن تمام چیزی که بهش فکر می‌کنیم. بازیکن پرسپولیس یعنی احسان پهلوانی نظر در مورد بازی برگشت مقابل استقلال بیان کرد. نتیجه بازی رفت الان دیگه مهم نیست. ما فقط باید این بازی رو ببریم. استقلال میزبانه، 5% پرسپولیسیان. امتیاز زمین دارن، نه با امتیاز زمین که هیچ. ما اگه 4 تا گل بزنیم امتیاز زمین همه پر. 4 تا گل باید بزنیم. برو بریم علی کریمی، هجوم فقط ببر. بزن شوتو. ای خدا بزن شوتو علی کریمی. بودو دفاع کن، برو کمشه کنار، دارم میام عقب. تموم کارمون جو اول فصل. بودو نه وای، سخت شد کارمون سخت شد، بعدم سخت شد. بکش جلو آقای یحیی، بکش جلو، کار تمومه ها. پاس با آقای علی کریمی، بزن فو. ای وای آبا حاجی عیا، منو نمیذاری جلو، همین میشه دیگه. نرا خوب تو که داری میبینی. بزن تمومه. چیکار داری میکنی داداش؟ بکشیرش با چند ثانیه بیشتر نمونده. هیچ، تمام، حذف شدی. علی کریمی به تیم ملی اول چون شماره 7 رو بهش دادن، بعد گفته که در مورد دعوتش به تیم ملی این جمله رو گفته، انتخاب شدن برای تیم ملی گفتن افتخار بزرگی، من به معنی واقعی کلمه احساس غرور میکنم. ماشاءالله به انتخاب علی کریمی. بله، قهرمانی لیگ رو به دست میاره علی کریمی در اولین حضور خودش در پرسپولیس. به نظر میاد پرسپولیس نیازی نیست که تا آخرین بازی صبر بکنه تا جشن قهرمانی بگیره. اعضای تیم با فهمیدن اینکه کدیگه کار تمومه، بعد از بازی حسابی توی رختکن جشن گرفتن. بعد فصل تموم شد، علی کریمی جزو بهترین بازیکن سال شد. خیلی خوب، رفتیم فصل بعد. فصل تموم شد و 42 تا بازی کردش آقای علی کریمی واسه پرسپولیس. 14 تا گل زد، 14 تا پاس گل، رو هم 28 تا تاثیرگذاری روی توپ. منم واسه مذاکره میخوام یه راست ببرم علی کریمی رو تو چه میدونم لایپزیگ، ببینم لایپزیگ ما رو میپذیرد یا نه. یک پیشنهاد اومده واسه علی آقا کریمی، ببینیم چه خبره. 12 میلیون دلار خواسته علی کریمی رو از لایپزیگ. لایپزیگ ترکیبش چطوریه؟ تیمو ورنر، سلام بر لیگ آلمان. بله، با لباس کروات، بگم با کروات حضور پیدا کرد. پاپیون نداده که جلف بازی در بیاره. آقای علی کریمی در باشگاه لایپزیگ حضور پیدا میکنه. چه فیس زیبایی، چه چشمهای زیبایی. بله، یک خوشبشی هم میکنه و البته این بازیکن یک بازیکن جدی هستش. ولی آقای علی کریمی چی میگه؟ سلام، من علی کریمی هستم. افتخار مایه افتخاره که شانس پوشیدن این پیراهن رو دارم. امیدوارم همیشه شما رو توی مسابقه ببینم. من قصد دارم در اولین مسابقه هم بتونم. متشکرم. خیلی خوب، لایپزیگ توی ورزشگاه ردبول آرنا با بایر لورکوزن بازی، تیمی که سردار آزمون توش. الان ببینیم که دو تا ایرانی روبروی هم کدومشون میبره. علی کریمی تو نیمکته یا تو ترکیبه؟ تو ترکیب علی کریمی. اولین بازی علی کریمی در بوندسلیگای آلمان شماره 7 رو بتن کرده، همین سمت چپی داریم مشاهدهش میکنید. بازیکنی که قدرش دونستن و شماره 7 رو بشنن، ببینیم که واقعا حمایت میشه ازش در این تیم از طرف همتیمیهاش یا که خیلی. علی کریمی پاسش رو داد، خود آقای علی کریمی یه یک و دو زیبا رو انجام میده و بازی رو باز خواهد کرد. علی کریمی چه بازی باز میکنه آقای علی کریمی.
علی کریمی خودش حرکت کرده، میرن واسه سانت کردن، توپ رو به عقب باید بیارن، علی کریمی خودش میره توپو میگیره، بازی رو باز میکنه آقای علی کریمی، بازیکن هافبک این تیم، ادای علی کریمی رو در میارن، میبرن مثلا به جناح راست، آقای علی کریمی میخواد بزنه، دارن میزننش واقعا، یک دریبل میزنه علی کریمی، توپو به جلو میرسونه، آیا میتونه این پاس گل باشه یا نه؟ تیم اورنلی که همیشه اسکوله، خدا علی کریمی کاتور میزنه، این دفعه گل نشود. بیا بارو بابا، بیا بارو تو جان من، بارو بارو دریبل تا بخار بابا، بیا دنبال تو، بره بودو بیا، بودو بیا، آره منم حتما به توپو میدم. علی کریمی چیکار کرد؟ نیمه اول تمام شد، علی کریمی حرکت میکنه، خود علی کریمی، علی کریمی، علی کریمی توپ رو نگه میداره، همچنان علی کریمی، علی کریمی، علی کریمی بمب شد دیگه، حالا علی کریمی ما باید چارچشمی مراقب بورسیا دورتموند باشیم. سرمربی اون این چند جمله رو در مورد مسابقه آینده مقابل دورتموند بیان کرده. ما حق باخت در این مسابقه رو نداریم. تیم دورتموند برای جنگیدن داره میاد. مطمئنا همینه. معلوم نیست اصلا چیزی از این مسابقه آیدمون بشه. اگرچه ما عقب نشینیم اما نشان خواهیم داد که چقدر قدرت داریم. قطعا ساعت 9 شب ورشگاه رد بول در ورشگاه خودمون با دورتموند. علی آقا کریمی چه دریبلی زد اونجا؟ چه دریبلی زد؟ توپم از دست نمیده آخه. ماشاءالله برو تک به تک. مرسی پاس، چه پاسی مرسی ورنر. علی کریمی توپو میگیره، علی کریمی خود علی کریمی پاسو میده و پاس بعد بدمش نزدن. آهان خود علی کریمی، نگاه کن گلو بذار بخورین، باید میخوردی تا بدونی که باید بگه علی کریمی پاس بدی، احمق. بیا پاس گل دادم بهت، تمام پاس بده بهم، پاس گل بدم بهت. علی کریمی حرکت کرده، علی کریمی پاس توی عمقسی، علی کریمی توپو نگه میداره، علی کریمی یک دریبل و خطا. پدر سوخت منو زد قشنگ. کجا داریم متر میکنی زمینو؟ تمومه. بازی داریم با بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانز آرنا، در ورزشگاه بایر مونیخ که اگر ما بتونیم جلوی بایر مونیخ خوب بازی کنیم احتمال اینکه بایر مونیخ ما رو بگیره به شدت زیاده و ما در ترکیب قرار داریم. با علی کریمی برای اولین بار مقابل تیم سابق خودش یعنی بایر مونیخ قرار میگیره و ببینیم که جلوی این تیم چگونه بازی خواهد کرد. آیا این تیم میتونه که بایر مونیخ صدر جدول شکست بده یا نه؟ بودو علی کریمی پاسشو میده تک به تک. چی بگم بهت دیگه، ابله نکن داره میره تو اوت. علی کریمی میاد و پوشش میده، ماشاءالله علی کریمی میادش جلو و توپو از دست نمیده، همچنان علی کریمی نمیده از دست توپو، از دست نمیده توپو، توپو نگه داشته، یک دور میزنه، دور کامل علی کریمی، پاس میدم بهش، خود علی کریمی حرکت میکنه و نه، بدونور حالا بده تو، اما شاید علی کریمی تک به تک تو دروازه. مرسی مقابل با یمونی دروازه رو باز میگونه، تک گل کل بازی رو زد. مرسی پاس فوی بابا، پاسو حال کن آخه. آب بزن تمامه، بزن خود رو هم گل میکنی یا نه؟ بزن زیرش تمومه، بکش زیرش تمومه. الله شکرت، الله آقا تمام. خب آقا بازیکن لایپزیگ یعنی آقای علی کریمی در مورد فینال مقابل بایرن مونیخ در جام حذفی آلمان اینو گفته که ما قصد داریم این عنوان رو از آن خود کنیم، برای همین این جایی ببینیم میتونیم جام حذفی و قهرمان بشیم در آلمان یا که نه. خب آقا در لقه علی کریمی رو میبینیم که مربی، آقای سرمربی اون چی بهمون میگه؟ ما تحت حمایت خیلی از مردم، برای این آدما مهمه که ما بریم اونجا و یه جام برنده بشیم. قطعا همینطوره، چون لیگ اروپا رو حذف شدیم. تو به علی آقا کریمی میرسه، علی آقا کریمی توپ رو دست میده، اما شالا علی کریمی توپ میرسه بهش یا که نه،
ولی آقا کریمی توپ میرسه یا نه؟ پاس اشتباه. میرن واسه تک به تک شدن. علی کریمی اونجا اجازه این کار رو نمیده بهشون. بایر مونیخ. میرن واسه تک به تک شوتو. احمق نگا سرتو میزنه. نگاه کن چه خنگه. بده من. علی کریمی قصد چه کاری را دارد؟ آیا میتواند از کورنر گل بزند یا نه؟ میزنه و نمیشه. حالا علی کریمی وای بزن. بده من ببینم. حرکت کن دوست من. پاس به تیمو ورنر. چقدر تو ابلهی بشر. وای. حالا وای. تمام مستیم اول. مرسی آقا علی کریمی. پاسو داد. خودش حرکت داره میکنه. علی کریمی. پاس بده خودش. علی کریمی. آوی. پاسا پا عوض میکنه. پاس میده. برو واسه گلزنی. علی کریمی هد اول رو به سختی زد. توپ تنوز دسته بایر لورکوزنی ها. نه چیز اه. تمام علی کریمی ریجکتش کردی. هر دو تا بازی بهت گل زد. تمام است. چند ثانیه تا قهرمانی در جام حذفی آلمان. ما نویر اومده جلو ارزوم کنه روش. و حالا علی کریمی چیکار کرد؟ علی کریمی تمام است. جام حذفی قهرمان علی کریمی و تمام. علی کریمی که خوشحال است، خرسند است که تونستش توی یک نیم فصل جام حذفی لیگ آلمان رو، آقای بوندسلیگ ها رو از آن خود کنه. و بایرنی هایی که در حسرت علی کریمی هستن، در حسرت داشتن علی کریمی. حالا رو که از این ویدیو لذت برده باشی، اگه دوست داریم باز هم چهره افراد معروف فوتبالی که فوتبالشون رو تموم کردن رو بداریم و باش این چالش رو بریم، حتما واسه توی کامنت بنویسید که چه کسی رو دوست داریم بریم. بعد بگو سابسکرایب کنن یوتیوب فراموش نشه. بدن تو ویدیوهای بعدی میدونم بازی کنم. میدونم هم تیمی بودیم ولی این بازی نمیتونم از سر. چی دارم میگم؟ محترمانه ازش پذیرایی میشه در